واکنش‌های جهانی به اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی ادامه دارد. ملک سلمان پادشاه عربستان دیروز با فرمانی به زنان این کشور حق رانندگی داد. دبیر کل سازمان ملل از این اقدام استقبال کرده. وزارت خارجه آمریکا هم این تصمیم را گامی بزرگ در مسیری درست خوانده. جزئیات بیشتر از فریبا صحرایی. پایان انتظاری طولانی برای زنان عربستان سعودی. با فرمان تاریخی پادشاه عربستان راه برای رانندگی میلیون ها زن باز شده. عربستان سعودی تنها کشور جهان بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند. نزدیک به 1,400,000 راننده در این کشور برای جابجایی زنان از یک نقطه به نقطه دیگر کار می کنند. در عربستان بیشتر مشتریان شرکت مسافربری اوبر هم زنان هستند. حق رانندگی زنان برای خیلی ها یک پیروزی تاریخی است. من خیلی خیلی خوشحالم. از فرط خوشحالی نخوابیدم. ما سالها منتظر چنین روزی بودیم. من 27 سالمه. 27 سال برای چنین تصمیمی صبر کردم. این برام یه رویا بوده. این یه حق شهروندیه برای زن و مرد. این حق باید به زنان داده می شد. این یه واقعیته. اعطای حق رانندگی به زنان نشون میده که کشور ما در حال پیشرفته. این خبر غافلگیر کننده دیروز در نیویورک اعلام شد. فرمان سلطنتی برای دادن حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی صادر شد. این روزی تاریخی برای زنان و مردان در این کشور است. فعالان حقوق زن در عربستان سعودی بیش از 25 سال برای گرفتن چنین حقی مبارزه کردند. بعضی دل به دریا زدند و قوانین تبعیض آمیز را در عمل به چالش کشیدند. بعضی به زندان افتادند و تهدید شدند. با فرمان پادشاه عربستان بعد از تغییر در قوانین این کشور، میلیون ها راننده زن از حدود 8 ماه دیگر می توانند در خیابان ها پشت فرمان بنشینند. می توانند آموزش رانندگی ببینند و گواهی نامه بگیرند، بیان که نیازی به اجازه همسرشان باشد. استقبال جهانی از این خبر چشمگیر بوده. خیلی ها آن را گامی مثبت در راه برابری و استقلال اقتصادی زنان دانستند. عربستان سعودی، کشوری که به تبعیض‌های جنسیتی و محدودیت‌های بی‌حد و حصر برای زنان معروف است، اولین قدم‌ها به طرف مدرن شدن را برمی‌دارد. زنان 2 سال پیش توانستند برای اولین بار در انتخابات رأی دهند و در انتخابات شوراهای محلی نامزد شوند. هفته پیش هم در یک استادیوم ورزشی در کنار مردان در جشن ملی این کشور شرکت کردند. اما سوال اینجاست که آیا دورانی تازه برای زنان در عربستان آغاز شده یا برای برداشته شدن محدودیت‌های دیگر هم باید دهه‌ها انتظار بکشند؟ فریبا صحرایی، بی بی سی. نظر شما درباره تأثیر این حکم بر پیشبرد سایر مطالبات زنان در جامعه عربستان چیه؟ فکر میکنید چرا حکومت عربستان حاضر شده پس از سالها به این خواسته زنان پاسخ مثبت بده؟